سلام با خبری از اوضای مهاجرین در آلمان همراه باشید مقامات کلیسای آلمان به دلیل کمک به پناهجویان متهم شدند تعداد پرونده های حقوقی علیه اعضای کلیسای کاتولیک در حال افزایش است زیرا دولت آلمان در برابر پناهجویانی که به کلیساها پناهنده میشوند مواضع سختگیرانهتری میگیرند جولیانا سلمان یک راهبه از راهبان فرانسیسکان در سومه اوبرزول در جنوب آلمان این هفته به دلیل کمک به اقامت غیرمجاز دو زن نایجریهی در آلمان مجرم شناخته شد. و مسئولان برایش جریمه 500 یورویی در نظر گرفتند او به دو زن از نایجریه که گفته بودند در ایتالیا جایی که برای اولین بار به با آنها اسکان گزیده بودند قاچاقچیان آنها را مجبور به روسپیگری اجباری کرده بودند پس از آنکه به آلمان میآیند پلیس آنها را میخواسته به ایتالیا بازگرداند جایی که دوباره روسپیگری اجباری در انتظار آنها بود و آنها نتوانستند جایی جز کلیسا برای محافظت از خود پیدا کنند طبق معمولا آنها میخواستند به عنوان پناهندگی در کلیسا در آلمان اسکان گزینند پناهندگی کلیسا به معنای پذیرش موقت پناهجویان توسط یک کلیسا به منظور جلوگیری از اخراج است هدف از سرگیری یا بررسی مجدد مراحل پناهندگی یا مهاجرت برای هر پناهنده است که این کار در آلمان مدت زیادی طول می پس از حجوم پناهجویان به آلمان در سالهای 2015 و 2016 چندین پناهجو رد درخواستهای خود را مشاهده کردند. کلیساها در سه ماه اول سال 2018 از 498 اخراج جلوگیری کردند اما مقامات در سال 2019 تقریبا همه پرونده های پناهندگی در کلیسا را رد کردند. راهبه ها و کشش ها به ماده چهار قانون اساسی آلمان اشاره می کنند که در مورد آزادی ایمان و وجدان بحث می کند این نیز همان چیزی است که راهبه سلمان در دفاع از خود ذکر کرد هیچ استثنای قانونی برای کلیساها وجود ندارد اما دادستان های آلمان استدلال می کنند که کلیساها از هیچ استثنای قانونی یا وضعیت خاصی برخوردار نیستند و پلیس و دادستانی عمومی باید به افرادی که در آنجا اقامت دارند دسترسی داشته باشند تا در صورتی که تصمیم گرفته شود پناهجویی باید اخراج شود او را اخراج کنند بنابراین چندین کشیش یا راهبه که به پناهندگانی که در محل کلیسا پناهنده شدند به دلیل نقض قوانین آلمان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند پرونده سلمان سومین پرونده در طول چند سال اخیر بین راهبه هایی که به پناشیان کمک کرده است می باشد او طی چندین دهه به دهها پناهجو کمک کرده است در سال 2020 وی به اتهام کمک غیرقانونی به پناشیان برای جلوگیری از اخراج متهم شد و مجرم شد. شناخته شده و افزود که تا حال 2500 یورو معادل 3051 دلار جریمه شده است اما او تا حال این جریمه ها را ناعادلانه میدانسته و از پرداخت پول خودداری کرده است این بود ویدیویی از پناهجویان در آلمان از اینکه ما را همراهی کردید سپاس گذاریم.